حرف مثل تیر و کمونه. گفتی برام تعریف کن. بهت گفتم الان دو تا راه پیش پات قرار داره، یا گوشاتو میگیری و میری پی کارت، یا میمونی و کار نصفه داییتو تموم میکنی. اما اگه بذاری خونه داییت روی زمین بمونه و تقاص زجرهی که من کشیدم و ازشون پس نگیری، حق نداری فردا برای تشییع جنازه داییت بیای، فهمیدی؟ وای دارم خول میشم، سر قوش چیه دیگه؟ مگه ما تو این عمارت مترسکیم؟ شب هنابندون و عروسی کلی آدم وارد عمارت شدن و طبیعیه که همچین اتفاقی بیفته. در اصل ضعف امنیتی رو نشون میده. حالا یه بار این اتفاق افتاده، خودتو ناراحت نکن. خودمو ناراحت نکنم؟ متوجه چی میگی؟ میشه بیخیال شد؟ دارم میگم اوکش مرده، اگه کسو کارش واسه انتقام بیان چی؟ اون همه مرد تو عمارت هست، واسه چی تو با این چیزا فکر میکنی؟ درک نمیکنم. آها آره، مرد هست، خیلی مسخره است. مگه اینجا مردی هم مونده؟ خان که از زنش هم نازنازی تره، فرت و فرت قش میکنه. اورهان هم که زده به سرش، نکنه الان فرید شده آقا بالا سرمون. پس این کارو بکنیم، من فردا میام عمارت بالا سرت. دیگه وظیفه منه که مراقبت باشم و یه جورایی آرومت کنم. بهونه‌ای میشه که با هم وقت بگذرونیم، چطوره؟ خب نمیدونم، چون اوضاع اینجا یکم قمر در عقربه. یکم شل کن و زیاد سخت نگیر. جفتمون برای یه هدف داریم میجنگیم و من عمرن شکست رو قبول نمیکنم. فردا میام اونجا با همه یه غم و غصه‌ات رو میشورم میبرم. نگران چیزی نباش عزیز دلم. باشه.